سلام بر همگی خوش آمدیم به انجمن فارسی قبل از شروع به ارائه امروز میخواستم سخنرانمون رو معرفی کنم علی بوزری تصویرگر و پژوهشگر هنر و دانشیاه دانشگاه هنر تهران است علاقه اصلی پژوهشی او هنرهای ایرانی در قرن نوزدهم است در طول سالها او بیشتر وقت و انرژی خود را صرف کارش در تاریخ تصویرسازی در ایران تاریخ صنعت چاپ در ایران کتابهای چاپ سنگی مصور فارسی و نسخه های فارسی هزار و یک شب کرده است او برای مطالعه نسخه خطی ببخشید او برای مطالعه نسخه خطی اولین ترجمه فارسی هزار و یک شب در کتابخانه بودلیان آکسفورد از کمک هزینه تحصیلی بهاری استفاده کرد و برای سال‌های 2022 تا 2023 و به عنوان محقق مدعو توانست بر کتابهای تصویری در کتابخانه بین‌المللی جوانان در مونیخ و کتاب‌های چاپ سنگی در کتابخانه کنگره واشنگتن دی سی پژوهش نماید او تاکنون بیش از چهل مقاله و 15 کتاب در حوزه های یاد شده منتشر کرده است و واپسین کتابی که از او منتشر شده نخستین چاپ‌های ایران نام دارد که به کتاب های چاپ سربی اولیه در ایران این کنابول های ایران میپردازد خیلی ممنون میتونیم هر وقتی که خیلی ممنونم و متشکر سلام عرض میکنم خدمت همگی دوستان خیلی خوشحال هستم که در اینجا در در واقع محفل فارسی زبانان صحبت میکنم صحبت من امروز در مورد فرهنگ چاپ و تاثیران بر هنر ایران در دوره قاجار هست ولی البته یک مقداری جلوتر میریم و تاثیر رو که در واقع کتاب های چاپ سنگی بر هنر معاصر ایران هم گذاشته رو تا یک حدی مورد بررسی قرار میدیم یک مختصری من دوست دارم در مورد تاریخ چاپ در ایران بگم و در واقع به شکلی به اهمیتش اشاره بکنم البته صحبتی که امروز صبح من هم داشتم یک مخشی به تاریخ چاپ پرداخت ولی من سعی میکنم که خیلی حرف تکراری نزنم و به هر حال صحبت هایی بکنم که امروز صبح جای گفتنش نبودش چجوری اینو آره مرسی, مرسی. ام، چاپ در ایران برای اولین بار در دوره صفوی در واقع وارد ایران شد ولی نه چاپ فارسی بلکه چاپ به زبان ارمنی و بعد از انتقال ارمنیان به ایران و به جلفا در اصفهان در زمان شاه عباس، اولین کتاب در ایران منتشر شد به اسم درب جلفای اسفهان توسط در واقع یکی کش... از کشیشانی که در اونجا کار میکردش اسم این کتاب کتاب در واقع داستان مسیح هستش که تنها نسخه ای که از این کتاب وجود داره در حال حاضر در کتابخانه بادلیان در دانشگاه آکسفورد نگهداری میشه Uh, کتاب های دیگه هم چند تا کتاب اینجا من عنوان کتاب های دیگر رو هم گذاشتم چهار تا کتاب دیگر رو به غیر از این داستان مسیح در واقع شناسایی شده ولی به آن کسی که اینها رو به ما معرفی کرد در واقع ل... لون میناسیان بود که یک پژوهشگر ارمنی بود که متاسفانه چندی پیش هم فوت کرد آب. من یه تیکر اشتباه گفتم اینو قاطی کردم خب دوباره بگم اگه ایراد نداره اینو من یه قاطی کردم با داستان مسیح که بعدا میگم کتابی که معرفی کردم کتاب زبور بود زبور داوود بودش که در کتاب خانه نگهداری نگهداری میشه اولین کتابی که کتاب داستان مسیح کتابی بودش که ام... باید با این کار بکنه آره. این هم دستگاه چاپی که در حال حاضر در در واقع به موزه جلفا در اسفهان نگهداری میشه البته این دستگاه چاپ دقیقا اون دستگاه چاپی نیستش که این کتاب زبور باها چاپ شده ولی مشابه اون دستگاه هست که البته معروف شده به دستگاه چاپ اوقاب بخاطر اینکه یک فرم اوقاب شکلی بالاش داره بله این کتاب داستان مسیح هست که من اشتباه کردم این کتاب در واقع نسخه های چند تا نسخه از این وجود داره یکیش در کتابخانه مجلس در تهران نگهداری میشه و این اولین کتابی هست که به زبان فارسی در دنیا منتشر شد این کتاب در لایدن منتشر شد در 1639 و بعد از اون در جاهای مختلف دنیا به هر حال کتابهایی به زبان فارسی منتشر میشه بیشتر به دو جهت بوده مثل یکی مثل این کتاب که داستان مسیح بوده که بیشتر در واقع نگاه تبلیغ مسیحیت رو برای فارسی زبانان داشته و یا کتابهایی بوده که اکثرا در هند یا انگلستان چاپ میشه و اونها بیشتر برای آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان بوده ولی نخستین کتابی که در ایران منتشر شد در دوره فتلی شاه بود و به دستور عباس میرزای نایب و سلطنه این کتاب منتشر شد این کتاب در واقع رساله جهادی نام داشت که در سال 1233 ده. منتشر شد و این کتاب مجموعه ای از فتواهایی بود که در خصوص جنگ ایران و روسیه علمای شیعی در واقع این فتاوا رو داده بودند و این کتاب چاپ میشه با حمایت عباس میرزا نسخه های معدودی از این کتاب هم وجود داره فکر می کنم که یک نسخه در کتابخانه ملی در تهران وجود داشته باشه یک نسخه در کتابخانه مسجد اعظم در قم و یک نسخه در کتابخانه آستان قصر رضوی در مشهد که این کتاب مجددا چاپ میشه در سال 1234 یا 1819 توسط میرزا زین العابدین تبریزی میرزا زین العابدین تبریزی یکی از مهمترین اشخاص در چاپ تاریخ چاپ در ایران بوده و بعدا چاپخانه هایی رو چاپخانه تهران رو در واقع میرزا زین بدین پای ریزی میکنه اگر به همین دو تصویری که من اینجا گذاشتم توجه بکنید میبینید که چقدر به لحاظ صفحارایی و انسجام حروف تصویر چاپ دوم این کتاب در واقع نسخه پاکیزه تر و شایسته تری هست در حالی که نسخه اول شما میبینید همونطور که حتی در حالی که به جزئیاتش دقت نمی کنید، ولی میبینید که چه در واقع به هم داره که در نسخه دوم وجود نداره این نشون میده که به هر حال یواش یواش در واقع چاپچیان یاد میگیرن که با این تکنیک به چه شکلی کار بکنند کتاب دیگه ای که چاپ میشه برای اولین بار کتاب کتاب در واقع مهرقلقلوب بوده در تهران اولین کتابی که میرزا زین العابدین این رو در تهران این کتاب رو منتشر میکنه در سال 1239 یا و 24. بنابراین بعد از اون میرزا زین به تهران میاد چاپخانه تهران رو با در واقع راه اندازی میکنه و در واقع برای سالها اونجا خودش و شاگردانش کتاب رو به شیوه چاپ سربی منتشر میکنه در تهران بعد از اولین کتابی که منتشر میشه دومین کتابی که در تهران منتشر میشه با حمایت منوچهرخان گرجی در واقع این کتاب معتمد دوله گرجی این کتاب منتشر میشه و بعد از اون بیشتر کتاب هایی که منتشر میشه در ایران به شیوه چاپ سربی با حمایت معتمد دوله بوده معتمد دوله مدتی حاکم اصفهان بوده و چاپ سربی رو به اصفهان میبره در اونجا چند کتاب چاپ میشه و بعد یک <applause> کتاب هم در همدان شناسایی شده این تعداد کتابهایی که من اینجا نشست نوشتم تقریبا آخرین آماریه که ما میتونیم از کتاب های چاپ سربی داشته باشیم همونطور که من اشاره کردم توی کتاب های اولیه واقعا بعضی از این کتاب ها بسیار محدود هستن یعنی نسخه های محدودی از این کتاب ها الان وجود داره مثلا در مورد کتاب زبور داوود فقط یک نسخه کامل وجود داره و حتی نسخه های ناقصی هم از این وجود نداره در کتابخانه دیگه بنابراین ما این نسخه های اولیه رو به عنوان واقعا یک نسخه های منحصر به فرد و در حد یک نسخه خطی میتونیم بهشون توجه بکنیم این سه جایی رو مشخص کردم اصفهان تهران همدان و تبریز محل چاپ های کتاب به شیوه چاپ سوربی در ایران هستند و تعداد رو هم اینجا نوشتم که در واقع 6 کتاب در تبریز هشت کتاب در تهران 6 کتاب در اصفهان و یک کتاب در همدان منتشر میشه ولی کتاب چاپ سنگی چاپ سنگی در واقع سالها بعد وارد ایران میشه و اولین کتابی که منتشر میشه تو اسلاید بعدی ببینیم این رو بل اولین کتابی که منتشر میشه قرآن بوده که میرزا صالح شیرازی که یکی از شاگردانی بوده که عباس میرزا اون رو به انگلستان فرستاده بوده برای اه، اه، تحصیل اه، این چاپ هنر وارد میکنه و این کتاب رو منتشر میکنه شما صفحه انجامه اون رو میبینید و اسم میرزا صالح رو اینجا میبینید میرزا صالح بعد از اینکه این قرآن رو در اه، 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 تبریز منتشر میکنه به تهران میاد و کتاب های مختلفی رو در تهران منتشر میکنه ولی این اسرائیل نشون میده اولین روزنامه ای که در ایران منتشر میشه که اون رو هم میرزا صالح چاپ میکنه به اسم کاغذ اخبار از این روزنامه هم تعداد محدودی در کل دنیا وجود داره و هیچ جایی نیست کالکشن کامل این کتاب روزنامه رو داشته باشه یکی از اخبار مهمی که توی این روزنامه به نظر من منتشر میشه در مورد میرزا زین العابدین هست که میگه که در یک سالی که اتفاقا در اون سال تعداد کتاب های چاپ سربی که در ایران چاپ میشه محدودتر بوده میرزا زین بدین در واقع به انگلستان سفر میکنه تا بتونه کاغذسازی رو یاد بگیره اولین کتاب مصوری که در ایران منتشر میشه به شیوه چاپ سنگی کتاب قانون نشان هستش که مربوط میشه به نشانهایی که در دوره واقع قوانینی که نشون میده که نشانهای دوره قاجار باید به چه کسانی تعلق بگیرن این کتاب تقریبا 10 تا تصویر داره و در سال 1252 1836 منتشر میشه بعد از اون اولین کتاب داستانی منتشر میشه 1800, 1259 یا 1843 و از این دوره هست که یواش یواش در واقع چاپچیان به اهمیت تصویر پی میبرند نکته ای که در مورد کتاب های چاپ سنگی وجود داره اینه که برای اولین بار چاپ سنگی باعث میشه که در واقع تصویر وارد کتاب های چاپی بشه این تصویر نشون دهنده در واقع سرلوهایی هستش که در کتاب های چاپ سربی وجود داشتند این سرلوها که در واقع های چوبی بودند که در کتاب های چاپ سربی اون دوره کتاب های چاپ سوربی که در تهران چاپ می شده مورد استفاده قرار می گرفتند ولی در واقع با ورود چاپ سنگی به ایران به دلایلی که من بعدا ذکر میکنم چاپ سربی با خطر مواجه میشه بنابراین چاپ سربی تصمیم میگیره که یعنی کسانی که در واقع چاپچیان چاپ سوربی تصمیم میگیرن که از چاپ سنگی استفاده بکنن تا بتونن که کتاب رو کتاب چاپ سوربی رو برای مخاطبین جذاب تر بکنن این اولین کتابی هست که متن اون به کتاب به چاپ سوربی چاپ شده و تصویر اون با چاپ سنگی به کتاب اضافه شده کتاب مختارنامه که در سال 1261 یا 1845 منتشر میشه کتاب دیگه ای وجود داره اینجا توفان البکا 1265 که شاید میشه گفت یکی از نمونه های منحصر به فرد کتاب چاپی در ایران هست که اینجا هم شما میبینید متن به شیوه سربی چاپ شده و تصویر به شیوه سنگی به اون اضافه شده و آخرین کتابی که چاپ میشه در ایران به شیوه چاپ سربی کتاب طوفان البکا هستش مال 1275 1858 که آخرین کتاب چاپ سربی در ایران هست در این دوره و البته تا مدتی این کتاب های چاپ سربی به فراموشی سپرده میشن و بعدا دوباره چاپ سربی ازش استفاده میشه شاید یک چیزی حل هوشه میشه گفت 20 سال فاصله وجود داره و در یک دوره 20 ساله ما هیچ کتاب چاپ سربی در ایران نداریم اینجا نکته جالبی که وجود داره رو میخوام که ذکر بکنم و اونم تفاوت چاپخانه هایی هستش که کتاب های چاپ سربی و چاپ سانگی رو چاپ میکردن در واقع ما اینجا در تصویر میبینیم که زد... نوشته شده زدن تصویر در چاپخانه سیادت پناهی آقا سید باقر شد ولی در متن که این متن مربوط به همون کتاب هستش نوشته شده در مطبعه اعلی حضرت آقا عبدالکریم بنابراین متن در یک چاپخانه چاپ می شده و بعد از اون فرم های کتاب به چاپخانه دیگه می رفته تا تصاویر بهش اضافه بشن دوست دارم این اسلاید قبلی رو دوباره به شما نشون بدم تفاوتی که در این دو اسلاید وجود داره یعنی طوفان البکای 1265 و طوفان البکای 1275 می بینید که در طوفان البکای 1265 تصویر نصف سفر رو به خودش اختصاص میده ولی در طوفان رو بکای 1275 تمام سفر به خودش اختصاص میده این یکی از راههایی بوده که تصویر به چاپچیان متوجه شده بودن شاید راحت تر بتونن کتاب های چاپ سوربی رو به شکل مصور منتشر بکنن شما میتونید حدس بزنید که جا دادن دقیق تصویر چاپ سنگی در کادر خالی که قبلا براش تعیین شده شاید کار راحتی نبوده بنابراین چاپچیان تصمیم میگیرن که در کتابهای بعدی تصویر رو تمام صفحه در نظر بگیرن به این ترتیب که بالا و پایین اون هیچ متنی نبوده و یک تصویر در یک صفحه کاملا خالی قرار میگرفته بنابراین اگر تصویر یک مقداری جابجا میشده اتفاق زیاد مهمی نمیافتاده و خیلی هم تاثیرگذار نبوده میبینید که کتاب های بعدی مثلا این کتابی که من اینجا گذاشتم 1269 هستش این هم تصویر تمام صفحه داره اینجا من نمونه هایی رو نشون دادم که باز در واقع چاپچیان چاپ, چاپ سربی تلاش میکنند که جذابیتی رو در در واقع لیات و سفارایی کتابشون ایجاد بکنند بر فرض مثال این توفان البکا 1272 و 1855 شما میبینید که چطور تلاش کردند که با حروف با در واقع این در واقع ستاره ها یا با جابجا جا کردن حروف یا گذاشتن فاصله یا به هر حال ایجاد فضاهای منفی در اون متن یک پارچه‌ای که وجود داشته جذابیت ایجاد بکنم به نظر من اینها همه تلاشهایی بوده که سعی می شده که به یک شکلی این چاپ سوربی رو در ایران نگه دارن و ادامه بدن به هر حال تلاشی که خیلی هم موفقیت میز نبوده یکی از دلایلی که چاپ سربی از بین میره هزینه بسیار زیاد این کتاب ها بوده شما اینجا میبینید دو نمونه از واترمارک کتاب های چاپ سربی ما در کتاب های چاپ سنگی کمتر کاغذ هایی داریم که واترمارک داشته باشند. این به این مفهومه ای که این کاغذ ها کاغذ هایی که واترمارک داشتن که کاغذ هایی بودن که در خارج از ایران تولید میشدن و معمولا کیفیت بهتری داشتن در ایتالیا یا روسیه این کتاب ها این کاغذ ها آماده می شدن پس از اونجا باید اینها منتقل می شدن به ایران و دلیلش هم این بوده که برای کتاب های چاپ سربی ما نیاز به که کاغذ های زخیم تری داشتیم حتی این کاغذ ها بعضی وقتا انقدر زخیم هستن که در حد مقوا هستن چون اون فشار چاپ سربی رو بتونن به راحتی تحمل بکنن این یکی از مواردی بوده که هزینه رو اضافه می کرده به در واقع کتاب های چاپ سربی نکته بعدی این امکان بوده که همونطور که خوشنویسی شیوه های مختلفی رو میتونسته برای سفارایی و لیات به کار ببره در چاپ سنگی هم این کار رو میتونستیم بکنید ببینید این بسم الله الرحمن الرحیمی که اون بالا نوشته شده یک بسم الله الرحمن الرحیمی است که تیپیکال در تمام کتاب های چاپ سربی کم و بیش با یک مقداری تغییرات از همین استفاده می شده. ولی آن چیزی که در پایین نوشته شده شما می بینید که به هر حال ویژگی های خوشنویسی رو داره این رو نوشته و حتی زیباتر از اون این مرغ بسم اللهی که اینجا می بینید این طبیعتا با چاپ سربی خلقش اصلا امکان نداشته بنابراین این هم که دیگه از دلایل بوده که ایرانیان به چاپ سربی بیشتر علاقه میشن و در واقع چاپ چاپ سنگی بیشتر آقا من میشن و چاپ سربی از بین میره این هم یک نمونه دیگه هستش از تزئینات در کتاب خمسه نظامی 1264 که شما میبینید به چه زیبایی این تصویر گل و مرغ رو در حاشیه کتاب به وجود اومده خب اینجا با فوت عباس میرزا که حامی چاپ بوده در تبریز و فوت فتلی شاه و بعد از اون فوت در واقع میرسا زین العابدین به دین تبریزی 1259 و, 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 و نهایتا فوت متمد و دوله گرجی این چاپ دیگه یواش یواش کمرنگ میشه و بعد از فوت متمد و دوله گرجی تقریبا بعد از چند سال میشه گفتش تقریبا بعد از دوازده سال و با, با چاپ فقط سیزده کتاب این تکنیک کاملا به فراموشی سپرده میشه این هم کتاب طوفان بکا 1275 هستش که آخرین کتابی هستش که تا به حال شناسایی شده به عنوان کتاب های چاپ سوربی اینجا من در مورد کتاب چاپ سنگی صحبت میکنم بنابراین کتاب چاپ سنگی رو ما دیدیم که خیلی به هر حال بیشتر ازش استقبال میشه یک تصویری هست در کتاب خمسه نظامی که در تبریز منتشر شده و کار علی قلی خویی هستش تصویرگر معروف کتاب های چاپ سنگی اینجا در این تصویر تکنیک های مختلف چاپ بخش های مختلف چاپ معرفی شدن بر فرض مثال این بخشی هستش که نشون دهنده آماده سازی مرکب هست اینجا آماده سازی سنگ هست که روی سنگی رو که در واقع قبلا استفاده شده دارن میتراشند یا کارگری که داره این سنگ رو حمل میکنه به حجره ای که ناشر و تصویرگر و حالا کاتب نشستن اینجا ناشر رو میبینید احتمالا و اون کاتب یا تصویرگر رو که دارن روی سنگ کار میکنن و اینجا دستگاه چاپ رو میبینید که که چطور داری کتاب رو منتشر میکنه ام، امروز صبح سوال شد و سوال خوبی بود که آیا ما هیچ سنگی از اون دوره شناسایی کردیم نه هیچ سنگی از اون دوره شناسایی نشده هیچ دستگاه چاپی از اون دوره شناسایی نشده سنگ ها وقتی که دیگه بدون استفاده میشدن و قابلیت چاپ رو نداشتند اینها رو در پی ساختمون یا برای ساختمون سازی استفاده میکردن بنابراین هیچ نمونه تا به حال نگهداری نشده از این در واقع سنگ ها. اینجا هم یک چارت کوچیکی داریم که نشون میده که در واقع چاپ سوربی از کی شروع میشه کی تموم میشه و دوباره چاپ سربی در 1291 یا 1874 دوباره به ایران برمیگرده بنابراین میبینید که یه گپی ما اینجا داریم حدوداً کمتر از 20 سال تقریبا میشه گفتش که 16 سال ما اینجا گپ داریم که چاپ سربی وجود نداره و در واقع میبینیم که از کی چاپ سنگی شروع میشه مشکل فنی داریم تا این حل بشه من قبلا با این چیز نرفتم جلو الان داره این چیز هم میخواد آیا میتونیم کاری کنیم که فقط این پاورپوینت باشه دیگه مثلا تصویر آنم باشه این <س> خود <seu using thestrard> <guhrid> خودش رو در دوره با 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 محمد شاه در واقع تعدادی کتاب چاپ سنگی منتشر میشه ولی تعداد اونها زیاد نبوده ولی با روی کار اومدن ناصر شاه این کتاب ها خیلی بیشتر میشه ناصر شاه بسیار علاقه مند بوده به کتاب کتابخانه خانه بوده به از بچگی بزرگ شده بوده در تبریز در کتابخانه اموش بهمن میرزا بنابراین به با کتاب سر و کار داشته و به دیرتر بعدتر من تو این صحبتم اشاره میکنم به یکی از کتاب هایی که بسیار مورد توجه ناصرالدین شاه بوده بنابراین از زمان ناصرالدین شاه این در واقع صنعت چاپ کتاب خصوصا چاپ کتاب مصور در ایران رشد روزافزونی میکنه و حتی میگن که علی قلی خویی که تصویرگر معروف کتابهای چاپ سنگی بوده به دلیل اینکه همزمان با تاجگذاری ناصرالدین شاه به تهران میادش از تبریز احتمالا شاید به دستور ناصرالدین شاه به تهران اومده و نمونه های متنوعی داریم که نشون میده که علاقه ناصرالدین شاه به چاپ کتاب چقدر باعث شده بوده که این صنعت پیشرفت بکنه خب من یک نمونه هایی رو اینجا دوست دارم بذارم از کتاب خمسه نظامی انیمیشن داره و خودش جلو میره که یک شاهکاری هستش در صفحه آرایی و در واقع تزئینات و تصویر شما میبینید که در مسلس هایی که در گوشه های کتاب وجود داره همیشه یک طراحی وجود داره غیر از تصویرهای اصلی که در خود کتاب هست این یکی از نمونه ها هست به با عنوان نمونه گذاشتم ولی نمونه های به هر حال زیادی در اون دوره منتشر میشه همونطور که میبینید دقیقا تاریخ چاپ این کتاب در تهران هم زمان هستش با تاجگذاری ناصر شاه. این یک فهرستی است که در اون موقع منتشر میشه از کتاب های چاپ سنگی البته است فهرست چند صفحه ای هست من فقط اینجا یک بخشی از این فهرست را آوردم که مشخصا مرتبط هستش به کتاب هایی که تصویر مصور بودن کتاب هایی که مصور بودن رو من اینجا قرمز, مش... قرمز مشخص کردم کتاب هایی که در تب بودن کتاب هایی که داستان ها و حکایات بودن کتاب های دیوانات و کتاب آخرین کتگوری که اینجا وجود داره بچه خانی هست که کتاب های مناسب برای بچه ها. البته شما میتونید ببینید که این کتاب هایی که اینجا هستش لزوما هم کتابهایی نبوده که برای بچه ها مناسب باشه ولی به نظر میادش که اون کتاب ها برای نوع زبان فارسی توصیه می شده برای اینکه بتونن که فارسیشون رو تقویت بکنن ولی مشخصا با اون چیزی که ما امروز سراغ داریم این کتاب ها چندان هم کتاب های مناسبی برای کودکان نبوده بله ما در واقع میتونیم سه ژانر مختلف رو در ادبیات فارسی شناسایی کنیم در کتاب های چاپ سنگی یکیش در واقع ادبیات کلاسیک هستش که من اینجا یک نمونه ای که آوردم شاهنامه هست و ادبیات مذهبی که باز این کتابی که آوردم طوفان البکا هست و بسیاری بسیاری از کتاب مذهبی منتشر میشه کتاب طوفان البکا یک پدیده بسیار عجیبیه تعداد زیادی کتاب مصور تعداد زیادی بدون تصویر منتشر میشه وقتی میگم تعداد زیاد یعنی بالاترین رکورد رو داره یعنی شاید بیشه گفتش که حداقل بیش از 64 تا من شناسایی کردم کتاب طوفان یه مصور در دوره قاجار و به نظر میادش که به هر حال تعزیه خون ها خیلی خیلی علاقه داشتن به این متن که البته ایراداتی به متن هست چون همیشه در واقع متن تاریخی نیست بلکه متنیه که بخشش تاریخی بعضی بخشش با خرافه همراه هست ولی به هر حال در اون دوره متن بسیار مهمی بوده و نهایتا ادبیات میشه گفتش که تغزلی و داستانهای آمیانه که من نمونه که اینجا آوردم کتاب هزار یک شب هستش اولین چاپ کتاب اولین چاپ مصور کتاب هزار یک شب اینجا من دو تا تصویر را بردم که شما ببینید که چطور تصویرهای کتابهای خطی تأثیر گذار بودن بر سرنت تصویرگری کتابهای چاپ سنگی یکی از در واقع سبکهایی که در سالهای اولی حداقل در کتابهای چاپ سنگی مرسوم بوده همین تقلید از نسخه های خطی بوده خودش نشون میده که تصویرگران اولیه کتاب های چاپ سنگی بسیار علاقه من یعنی از بکراند چیز اومده بودن از بکراند تصویرسازی کتاب های خطی اومده بودن احتمالا همچین آموزشی داشتن در مورد علی قلی خویی تصوری که میشه اینه که اون یکی از شاگردانی بوده که نگارگری یاد گرفته بوده و این کار رو هم میبینید که به هر حال کار علی خویی هستش و شباهتش رو شما با نسخه خطی قرن شانزدهم در واقع مشاهده میکنید و یا اینکه تاثیر سبک دوران بوده این تصویر که مشاهده میکنید مربوط به یک آلبوم هست به یک مرقعی هستش که مربوط به دوره فتلی شاه بوده و تصویری که در سمت راست شما مشاهده میکنید مربوط به کتاب هزار یک شب هستش که شما میبینید که چه شباهتی بین این وجود داره تختی که روش نشسته اون در واقع بالشی که پشت سلطان هست فرم تاج فرم نشستن فرم در واقع گرزی که در دست سلطان هست حتی پرده هایی که در پشت سر سلطان وجود داره اینها همه مشخصا نشون میده که این تحت تاثیر هنر دوره فطلی شاه یا آن چیزی که ما میگیم پیکرنگاری درباری بوده ام من بعد از این مقدمه تاریخی میخوام که در مورد کتاب هزار یک شب صحبت کنم و تأثیری که کتاب های چاپ سنگی روی این کتاب هزار یک شب داشته ولی قبل از اون یک کوچولو در مورد خود هزار یک شب بدونیم که هزار یک شب به هر حالی کتاب کهن که و قدیمی بوده ولی در واقع میشه گفتش که تا قرن هفدهم کتاب نایابی به شمار می همچین کتابی خیلی مورد بحث نبوده خیلی مورد توجه نبوده تا ب... مستشرق فرانسوی آنتوان گلان این کتاب رو ترجمه میکنه البته نه از روی یک متن مشخص یک نسخه پنج جلدی بوده که اون رو ترجمه میکنه و بعد مثلا تا شب دیویستوم رو میتونه پوشش بده و بعد داستان ها تموم میشه و ناشر و مخاطبین بهش فشار میارن پس یک قصه گویه قصه گوی سوری اونجا بوده و در فرانسه بوده و از اون خواهش میکنه یک سری قصه هایی رو بگه به اسم دیاب که اون قصه ها اضافه میشه به این کتاب و نهایتا این کتاب مجددا در قرن میشه گفتش که هیچده این خ... اه... کتاب دوباره متولد میشه بعد از اون بسیار مورد توجه قرار یکی از ریشه های اورینتالیست در اروپا همین کتاب هزار یک شب بوده و بعد از اون ترجمه های متفاوتی ازش به اه... زبون های مختلف و بر اساس نسخه های خطی متفاوت اه... 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 تولید میشه خلق میشه بنابراین تمام داستان ها در همه کتاب های هزار یک شب یکسان نیست بعضی از داستان ها حتی شبهاشون با هم دیگه متفاوت هست یا بعضی از داستان ها مثلا شاهزاده احمد و پریبانو در خیلی از نسخه ها این داستان وجود نداره چون به یک شکلی میشه گفت همونطور که گفتم دوباره این کتاب در قرن 18 ها متولد میشه ولی آن چیزی که مربوط میشه به صحبت ما آن چیزی هستش که در دربار ناصری اتفاق میفته و نسخه منحصر به فرد هزاری یک شب یک نسخه خطی وجود داره در کتابخانه کاخ گلستان در حال حاضر کتابخانه کتاب, خانه... کتاب هزار یک شب که تماما مصور هست دستور مصور کردن این کتاب رو ناصرالدین شاه داده این تصویری که اینجا شما می‌بینید که تصویرهای کتاب هزار یک شب هست و شما میتونید تشخیص بدید که این شخصی که این وسط نشسته که البته یک شخصیت داستانی هستش قمر و زمان هست تصویر ناصرالدین شاه هست و این به دست در واقع به دستور ناصرالدین شاه این کتاب توسط ابوالحسن قفاری یا سنی الملک به همراه 34 تا از شاگردانش یا به هر حال به هنرمندان اون دوره کار میشه البته ما اسمی از اون هنرمندان نمیدونیم ولی صحبت من میتونه که کمک بکنه که حداقل یکی از این هنرمندان رو ما بتونیم شناسایی بکنیم و سنی الملک در واقع میشه گفت آرت دیرکتور این کتاب بوده کتاب البته اه... در وهله اول فقط متنش نوشته میشه و بعد تصاویر به مدت هفت سال به این کتاب اشاره اضافه میشه به ویژگی های متنوعی داره این کتاب که بسیار مهمه یکی از اونها اینه که تنها نسخه مصور هزار یک شب هستش به زبان فارسی ما نسخه خطی مصور دیگه ای رو نداریم شما حتما در مورد تاریخچه هنر در ایران میدونید و میدونید که یکی از سنت هایی که در دربار ایران وجود داشته این بوده که پادشاهان معمولا دستور میدادن که کتاب شاهنامه رو یا به کتاب های کلاسیک دیگه مثل مثلا گلستان سعدی تصویر سازی بشه در کارگاه های کتاب سازی. این اولین بار و آخرین بار هستش که این کتاب دستمایه کار در کارگاه سلطنتی قرار میگیره و حالا باز من جلوتر اشاره میکنم که این مهمترین محصول کتابخانه که کارگاه سلطنتی قاجاری میتونه بوده باشه این کتاب بیشترین تعداد تصویر رو داره همونطور که گفتم در شش جلد تدوین شده و 3655 تصویر داره این کتاب که این یه رکورد باور نکردنی در میان نسخه های خطی فارسی و میشه گفتش که این آخرین کتاب این که آخرین نسخه خطی دستنویس مصور در کارگاه های سلطنتی ایران بوده در دربارهای ایران بوده و بعد از اون واقعا هیچ کتابی در این سطح اندازه ما باهاش مواجه نمیشیم البته این ترجمه این کتاب رو ما مدیون بهمن میرزا عموی در واقع ناصر شاه هستیم که در اون زمان حاکم آذربایجان بوده و در اونجا زندگی میکرده همزمانی با اینکه ناصر شاه ولیهد بود و اون هم در در واقع تبریز ساکن بوده این تصویری که میبینید مربوط هستش به جلد دوم هزار یک شب که من اینجا بردم چون مربوط میشه به محمد شاه پدر در شاه و بعد از اون در واقع تصویر دومی که نشون داده میشه عبداللطیف تسوجی و سروش اصفهانی هستش که ترجمه این کتاب رو گفته داشتن در واقع تصویر اول عبداللطیف تسوجی هست و تصویر دوم سروش اصفهانی هستش ما دوباره البته به این تصویر برمیگردیم این نسخه نسخه الفلایله هستش که در بولاغ در مصر چاپ شده نسخه عربی هستش که دستمایه ترجمه این کتاب بوده و خب من اینجا چند تا تصویر میذارم از اولین چاپ هزار یک شب چاپ سنگی هزار یک شب و اینجا هم یک لیستی هستش از تعداد تصاویر هر در هر جلد ما چند شب رو داریم و به هر حال چند صفحه تصویر داریم و چند صفحه متن داریم حالا آن چیزی که به بحث بعدی من خواهد بوده شناسایی یکی از تصویرگرانی هستش که مرتبط هست به هزار یک شب به دلیل در واقع ما چند تصویر رو که بین کتاب های چاپ سنگی و تصویر هزار یک شب رو با همدیگه مقایسه میکنیم و در نهایت این ایده من هستش که احتمالا این یکی از تصویرگرانی بوده که هزار یک شب رو یعنی یکی از اون سی و چهار نفر بوده که هزار یک شب رو مصور کرده اولین کتابی که این فرد به اسم میرزا حسن اسفحانی چاپ میکنه کتاب توفت المجالس هستش در سال 1271 و این هم رقم میرزا حسن هست که شما در اینجا میبینید که اگر دقت بکنید در کنار اون فرشی که اون در, در سمت چپ گوشه تصویر این امضا به چشم میخوره و این هم کتاب دیگه ای هستش که باز هزار یک شب هستش که باز یکی از تصویرگرانش میرزا حسن اصفهانی بوده ولی این در واقع رقم رقمی که اطلاعات بیشتری رو به ما میده و در اون نوشته شده که میرزا حسن اگر من به اینجا ما حالا به هر حال میرزا حسن اگر من بتونم این رو جا به جا بکنم بله میرزا حسن عمل میرزا حسن آقا سید میرزای نقاش در واقع میرزا حسن پسر آقا سید میرزا بوده یکی از در نقاشان درباره فتلی شاه بوده این امضاهای مختلف میرزا حسن هستش که میبینید که به شیوه های مختلفی امضا کرده و البته این همه امضاهاش نیست خیلی بیشتر از این هستش ولی فقط به عنوان نمونه من این امضاها رو آوردم که در بسیاری از اونها نوشته که پسر آقا سید میرزای نقاش اصفهانی بوده آقا سید میرزا اسف... نقاش اصفهانی اطلاعات کمی ما در موردش داریم در در واقع مجموعه ایمری در که الان در حال حاضر در سعد تهران نگهداری میشه یک تابلو از اون وجود داره که تابلو حضرت یوسف و دو غزال هستش و به نظر میاد که از اون دو تا پسر که هر جفتشون هم نقاش بودن وجود داره یکی میرزا حسن نقاش ولد آقا سید میرزای اصفهانی و دیگری میرزا محمد حسین که تنها یک کتاب از اون شناسایی شده و اون هم توفان البقای 1275 هستش من دارم سعی میکنم که اینجا در واقع ویژگی های مشترکی که ببینید بین تصاویر هزار یک شب وجود داره و کارهای میرزا حسن رو بهش اشاره بکنم چون به هر حال تصور من اینه که این احتمالا یکی از نقاشان بوده شما میبینید که در هزار یک شب مثل آن چیزی که ما امروز بهش میگیم کتاب های کومیک یا گرافیک ناول تصویرها کنار هم دیگه قرار میگیرند و در واقع داستان رو به شکل تصاویر روایت میشه یکی از نمونه کارهای میرزا حسن هم که در کتاب هزار یک شب 1272 دو اومده به همین ترتیب هستش صحنه در واقع کشتی گرفتن دو نفر هست که شما میبینید که به فاصله کوتاهی هر کدوم از این تصویر تصاویر در واقع خلق شدن و دارن دو بخش نسبتا نزدیک یک داستان رو در کنار همدیگه روایت میکنن یکی دیگه از ویژگی های کارهای میرزا حسن در واقع ساختارهای ترکیب بندی هستش شما وقتی که دو تصویری که در بالا قرار گرفته رو با هم دیگه مقایسه میکنید آن چیزی که ما میتونیم بهشون ترکیب بندی مستقیم بگیم شما میبینید که در واقع یک خط دیوار یا یک خط پنجره وجود داره تقریبا در وسط تصویر و یا شاید در دو سوم تصویر که یک بخش پایین به زمین اختصاص پیدا میکنه و بخش بالا حالا یا به دیوار یا به پنجره ای که روی یک باقی باز هستش اختصاص پیدا میکنه این ترکیب به کرات در کتاب هزار یک شب و کارهای میرزا حسن دیده شده این ترکیب بندی دیگه ای هست که میشه گفت یک جور پرسپکتیو تک ای در اینجا وجود داره شما باز میبینید که چه شباهتی بین دو تا تصویری که ما در بالا داریم و البته ساختار ساده شده رو که من در پایین کشیدم وجود داره و این تصویر که شاید یک جور میشه گفتش که زاویه دید از کنار باشه باز در کارهای میرزا حسن و هزار یک شب بسیار وجود داره در واقع به نظر میادش که سنی ملک در کتابه که هزار یک شب یک ساختارهای بسری بس رو تعریف کرده بوده برای اینکه بتونه اینکه خودش حالا به شکل کامل نظارت داشته باشه اون ساختارها نقاشانی که باش همکاری میکردن بتونن اون کار رو یک جوری به شکل سری انجام بدن و خب حالا البته نظارت نهایی البته با سنی ملک بوده ولی این ساختارهای این در واقع میشه گفت تمپلیت هایی بوده که طراحی شده بوده و در قالب این تمپلیت تا جزئیات تصویر قرار می گرفتند اینجا دو تا تصویر هستش که مشخصا بسیار به هم شباهت داره شباهت غیر قابل بین این دوتا تصویر وجود داره دختری که در وسط اتاق نشسته تصویرش در آینه منعکس شده که به چارچوب پنجره تکیه داده شده و حتی در واقع تاخچه هایی که روی دیوار هست خیلی مشابه هستش به اون تاخچه هایی رو که ما در کتاب چاپ سنگی میبینیم در واقع تنها تفاوتی که در بین این دو تا تصویر وجود داره این هستش که افراد دیگه ای در این تصویر هستند که ما در تصویر بالایی که مربوط به هزار یک شب هست نمی بینیم این تصویر هم با تصویر هزار یک شب هستش و کتاب و تصویری از همزه نامه یا رموز همزه کار میرزا حسن شما میبینید صحنه اعدام رو نشون میده یا حالا به دار کشیدن آن چیزی که در هزار یک شب میگه که به دار کشیده شده شما تیری رو در وسط میبینید حتی دقت بکنید به اون حالت پلکانی که روی تیر تعبیه شده زائده هایی که از تیر بیرون اومده برای اینکه اون فرد رو بتونن ببرن و بالا و به هر حال به یک شکلی ببندن و تفاوتی که در اینجا وجود داره در این هستش که در تصویر هزار یک شب با تفنگ دارن به اون فرد شلیک میکنن ولی در تصویر رموز همزه کتاب چاپ سنگی دارن با تیر کمون شلیک میکنن میبینید که حتی قرفه هایی که اون پشت وجود داره و آن چیزی که در بکراند هستش کاملا مشابه هست و این دو تصویر هستش که شباهتش رو ملاحظه میکنید که باز یکیش مربوط به کتاب رموز همزه هست و هزار یک شب در, واقع صحنه عقد کردن رو نشون میده دوتا تا خانم که دارن قند میسابن بالای سر عروس پیر زنی که داره در گوش عروس نجوا میکنه و پرده ای که قسمت در واقع زنانه رو از مردانه که معممین اونجا نشستن و مردان نشستند کاملا جدا کرده که شباهت غیر قابل انکاری به هر حال بین این دو تا تصویر وجود داره و آخرین تصویری که من دوست دارم نشون بدم این تصویری که ما البته قبلا دیدیم تصویر سروش اصفهانی که ب... شعرهای این کتاب رو هزار یک شب معرفی کرده و ب... به ب... اضافه کرده به این کتاب و اه... تصویری که مربوط هستش به دیوان شاه نمت الله ولی که باز هم کار میرزا حسن هست و اه... در واقع ب... 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 میشه گفتش که پدید آورندگان کتاب رو با تقریبا همون پوزیشنی که ما در تصویر سمت چپ میبینیم اینجا اه... نشون داده نکته‌ای که وجود داره اینه که این فقط تنها تاثیر در کتاب هزار یک شب نبوده به این دلیل که این کتاب کتاب‌های چاپ سنگی به طور کلی کتاب‌هایی بودند که پورتابل بودند میتونستند که حمل و نقل بشن خیلی از هنرمندان اون دوره این امکان رو برای خودشون در نظر میگیرن که این کتاب‌ها رو به عنوان نمونه کار نمونه در واقع الگوهاشون ازش استفاده بکنند طبیعتا وقتی که ما یک هنرمندی داریم که کار کاشی داره انجام میده توی کارگاه کاشیگری کاشیکاری داره کار میکنه نمیتونه اون کاشی رو خارج بکنه از اون کارگاه و خ... کار بکنه چون طبیعتا امکانات و در واقع موادی که لازم داره در اون کارگاه وجود داره ولی میتونه که این کتاب چاپ سنگی رو وارد اون کارگاه بکنه و به عنوان یک الگو از این کتاب چاپ سنگی استفاده کنه ما نمونه های بیشماری داریم من فقط بیشتر البته رو یک شب دادم ولی نمونه های دیگه هم توی دور دوره قاجار وجود داره البته تاثیر و تاثیرات فرهنگی رو ما نمیتونیم که یک جانبه در نظر بگیریم و طبیعتا این یک جور حرکت پینگ پونگی بوده که خب همونطور که چاپ سنگی تاثیر میگرفته از هنرهای دیگه و کتاب چا... های چاپ در با کتاب های خطی آثار هنری دیگه هم چاپ سنگی تاثیر می گرفتن ولی من تصور میکنم که چاپ سنگی خیلی وقتها به شکل الگوهایی عمل کرده که بتونه که چون پرتابل بوده و میگم همراه با با هنرمند میتونه سبری هنرمندی امکان داشته بره شیراز و برای تکیه مشیر در شیراز بخواد کاشی کار بکنه طبیعتا میتونست کتاب رو با خودش ببره و از اون الگوش استفاده کنه در حالی که شرط برعکسش طبیعتا وجود نداشته اینو چقدر وقت داریم؟ تا یه نیم ساعتی هم بذاریم من سعی میکنم که بقیه صحبت و... یه خورده جمع و جورتر بکنم من در اسلایت های بعدی برمیگردم به تاثیراتی که هنرمندان معاصر از کتاب های چاپ سنگی گرفتن در واقع این تاثیرات در دو مقطع اتفاق میفته یکی قبل از انقلاب زمانی که ایرج افشار رئیس کتابخانه دانشگاه تهران بوده و به خاطر یک نمایشگاه یک میکروفیلم رو تهیه میکنه از کتاب های چاپ سنگی و اون رو در اختیار خیلی از آرتیست ها قرار میده از جمله فرشید مسقالی و یکی از این تصاویری که به هر حال اونجا بوده مربوط به کتاب هزار داستان بوده و شما میبینید که چطور فرشید مسخالی از این تصاویر استفاده میکنه تا برای کتاب افسانه آفرینش که نوشته مهدخت کشکولی هست تصویر سازی بکنه شما کاملا میتونید تشخیص بدید که هیکل اون دیوی که ما در کتاب تصفیر سازی افسانه آفرینش داریم از تصویر سمت راست گرفته شده در واقع بدنش از اون اجدهایی که در بالا وجود داره گرفته شده و یکی از مارهایی که به هر حال هستش در تصویر جدید از تصویر پایین برداشته شده نمونه های دیگه ای وجود داره من اینجا بعضی هاشون رو نشون میدم بعضی هاشون واقعا شاید شناسایی شدم نباشن این مثلا مربوط به دیوان فارق گیلانی هستش که در واقع آقای مسخالی از تصویر امام حسین که روی زمین افتاده و تیر خورده در این صحنه استفاده میکنه و اون رو ترکیب میکنه با بالهای پرنده ای که ما در تصویر بالا میبینیم و این باز مربوط میشه به کتاب هزار داستان و شما میبینید که تصویر دیو منتقل میشه به در واقع میکس میشه با تصویر اون اسبی که در تصویر وجود داره و تصویر اهریمن رو در کتاب افسانه آفرینش ساخته میشه و باز نمونه دیگه که اینجا کشته شدن اولین انسان هست به اسم کیومرس که از تصویری از کتاب یوسف و زلیخا استفاده شده و باز کتاب هزار داستان که در واقع تسا... احریمن هایی که اون در واقع کیومرس رو میکشند چهرشون از کتاب هزار داستان استفاده شده و این البته دیگه تصویرسازی کتاب نیستش این تیتراژ فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته هست که باز میبیند از این کتاب هزار داستان توی اون استفاده شده و باز کارهای دیگه آقای مسخالی که من نمونه هاش رو اینجا نشون میدم کتاب مربوط هستش به تصویر سمت چپ مربوط هستش به کتاب من تو را چشم در راهم و تصویر سمت راست مربوط هست به کتاب دیوان فارغ گیلانی و باز کتاب هزار داستان و این یک پوستر هست که باز آقای مسخالی کار کردن برای نهمین نه دو سالانه طراحی گرافیک معاصر که شما میبینید که چطور از این تصویر مجلس حضرت سلیمان در کتاب انوار سهیلی استفاده کردند و البته خب تغییراتی دادند که مناسب بشه برای اون پستری که میخواستن کار بکنن کار دیگه اینجا ما داریم از شیرن نشات که از کتاب شاهنامه شاهنامه ای که معروف است به شاهنامه بهادوری استفاده شده برای و اون رو با یک عکس تلفیق شده یک جور نگاه مردانه به این عکس در واقع به شکلی تزریق شده و هنرمند جدیدی که اخیرا در ایران مشغول به کار هست به اسم مصطفی اسداللهی که خیلی علاقه مند هستش به کتاب های چاپ سنگی و خب خیلی خیلی این کتاب جزئیات داره این تصویر خیلی جزئیات داره یک تصویر بزرگی هستش میبینید 18 متر هست این تصویر و توی گالری دور تا دور گالری رو گرفته گالری سالس و بیس این تصویر در واقع این اژدها هستش مربوط به عجایب المخلوقات ولی تمام جزئیات تصویر هم از کتاب های چاپ سنگی اومده و البته حالا چیزهایی بهش اضافه شده کم شده با هم دیگه تلفیق شدن ولی همه اینها بر روی این اجده ها اجده هایی که خب بزرگ و بزرگ و بزرگتر شده سوار شده و آخرش چون من در واقع من رو به عنوان تصویرگر معرفی کردن من دوست دارم که یکی از کارهای خودم رو اینجا معرفی بکنم کتاب کاری که من برای سه سالانه در واقع هنر استانبول انجام داده بودم البته خیلی سال پیش که بر اساس تصویرهای چاپ سنگی هستش و موضوع این کتاب این در واقع سه سالانه هم داستان منطق و اتار بوده یک ویدیوی کوتاهی هستش که امیدوارم که برای حسن ختام برنامه جالب باشه